<متحدث> الله لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله الله. الله لله. این صدای من نه آوای خداست آی انسان ها محمد مقتداست یا محمد منجی عالم توی ای این مبارک نام را خاتم توی یا محمد تو به رهبری اول نور آخرین پیغمبری انبیا مشعل ز تو افروختند و از دمت پیغمبری آموختند ای بشامی جهل و ظلمت آفتاب از حرا بر کله هستی بتاب جسم بی جان بشر را جان تویی این, این پریشان گله را چوپان توی ای حیات جان کلامت دم بزن تاج عزت بر سر آدم بزن کعبه را زالایش بود, بود, بود پاک کن بود, 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 بود گران را همشین خاک کن بسم الله الرحمن الرحیم با درود و سلام به پیشگاه حضرت ختم مرتبت و خاندان پاک و تاهیر اشان و تقدیم سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی بسیار مفتخر هستیم که بار دیگر با برنامه با وقت بیداری همزمان با عید گرامی مبعث با شما خوبان همراه و هم صحبت هستیم عید فرخنده مبعث به همه شما مؤمنان تبریک میگم امیدوارم که ای اید هم بر شما فرخنده و مبارک باشه امشب مهمان بسیار ارجومند داریم به مناسبت عید مبعث به جنامه عید مبعث مفتخر به همراهی و همصحبتی با جت الاسلام و المسلمین دکتر عباسی هستیم جناب دکتر عباسی سلام علیکم عید شما مبارک باشه علیکم السلام و رحمت الله عید شما هم مبارک باشه سلامت باشی زنده باشین بسم الله الرحمن الرحیم بینندگان عزیز گرامی به شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و عید سعید مبعث را به شما خوبان و نیکان هم تبریک و تهنیت عرض کنم. از خداوند متعال میخوایم که ایدی همه ما شما را تعجیل در فرج آقا و مولای ما امام زمان عجل الله تعالی فرج شریف قرار بدهد در خدمت اله. شما هستم اله آمین سلامت باشین مبعث اتفاق بسیار بسیار مهم و سرنوشت برای انسانها ها هست و در واقع آغاز یک رسالت هست و رسالت پیامبر ما و شما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله علی از همی روز آغاز شده با نزول فرشته وحی جبرئیل و, و قرائت اولین آیه های از قرآن کریم خب بسیار بسیار شایسته است که در این مناسبت و به این مناسبت در کنار که ما جشن میگیریم گرامی میداریم این مناسبت و این روزه درباره اه اهداف مبعث پیامبر و در این که چی اتفاق افتاد و کارنامه پیامبر ما تعمل کنیم و در بارش گفتگو کنیم و درس بیاموزیم ما هم از این فرصت استفاده میکنیم امشب موضوع ای 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 گفتگو را هدف بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم قرار دادیم اجازه بدید که بحث با این سوال از جناب دکتر عباسی شروع کنم که جناب دکتر عباسی برای رسالت پیانبر و مبعث پیانبر که آغازش از 27 رجب هست چه هدف یا اهدافی میتونیم که بر اساس قرآن البته اصلاح کنم بر اساس قرآن وقتی ما به قرآن مراجعه کنیم قرآن چه هدفی یا اهدافی را برای مبعث پیامبر برای ما بیان کرده؟ بله برای مبعث رسول الله صلی الله علیه و, و سلم قرآن کریم دو تا هدف حداقل بیان کرده بله یکی آیه سی و ششم سوره مبارکه نحل ما که میخوانه خدا در این آیه شریفه میفهمد ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان الله و اجتنب و ما در هر امتی رسول فرستادیم برای چی فرستادیم هدف اینه که ان عبده الله عبادت خداوند متعال بکنید وجتن بود تاغوت و از تاغوت چیکار کنید؟ دوری کنین یعنی که یکی عبادت موحدانه خداوند متعال بله. و دوری کردن از تاغوت اینم همون در واقع ادامه توحیده وقتی توحید تحقق پیدا میکنه عبادت موحدانه تحقق پیدا میکنه که انسان از هر آنچه در برابر خدا هست دوری بکنه در واقع این هدف هر رسولی بوده که رسول ما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم هدفشان همین بوده که یعنی جامعه را مردم را به سمت توحید ببرن به سمت خداپرستی ببرن به سمت یکتاپرستی ببرن نه تنها این هدف هدف رسول خدا صلی الله علیه و سلم و پیغمبران الهی بوده بلکه حتی هدف از خلقتم هست که در سوره مبارکه تور میخوانیم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون خداوند متعال میفرمد من نه نا جن و نه نا انس نه مگر برای چی مگر برای آن که عبادت کنن عبادت مرا بکنن موحدانه خدای متعال پرستش کنن پس این یک هدف هست درست جناب دکتر عباسی اینجا دو تا چیز مبهم هست بسیار کلی گفته یکی عبادت خدا هست و یکی که دوری از طاغوت هست بارم. عبادت خدا یعنی همین عبادت رسمی که ما در نماز و روزه و بقیه های رسمی خدا را عبادت میکنیم یا که مقصود چیز دیگه است و دیگری که طاغوت کیست عبادت به معنای نرم بودن و زلیل بودن و خار بودن و کوچیک بودن در برابر خداوند متعال یعنی تسلیم خدا بودن تسلیم خدا بودن که این عبادتی که من و شما الان رو عبادت میدانیم و مراسمی داریم برای اون نماز میخوانیم بله. روزه میگیریم سجده میکنیم در برابر خداوند متعال این نمادی و نمودی از اون عبادت واقعی است از اون معنای اصلی عبادت در واقع عبدالله یعنی آن بنده ای که تسلیم محض خداوند متعال است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اولین وصفشون همیه که عبدالله هست در تشهد نماز هم ما می خونیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله پس عبد به معنی که کاملا تسلیم خداوند متعال درود بر اما طاغوت چیه طاغوت یعنی سرکش یعنی تغیانگر هر کسی که در برابر خداوند متعال حرفی داشته باشه و نفی کنه حرف خدا را و در برابر خداوند متعال است و سرکشی کنه برنامه های الهی را قانون الهی را نفی کنه سرکشی در برابر خداوند متعال داشته باشه این میشه تاغود که روشنترین مظهر تاغود ترین مصداق تاغوت شیطان هست که در برابر خداوند متعال ایستاد فرمان خدا را اطاعت نکرد و بعد بندگان خدا را هی دعوت میکنه به سمت کفر و شرک و گناه و معصیت و نافرمانی او میشه تاغود هر کسی هم که از او پیروی میکنه و اطاعت میکنه از او و حرفش میشنوه و باز در جامعه در برابر رسولان الهی در برابر حجت های الهی قرار میگیره و در واقع در برابر برنامه خداوند متعال قرار میگیره و میشه تاغوت پس درست. رسولان آمدن تا ما را برهانند از قید عبادت غیر الله از قید تسلیم شدن در برابر غیر خدا و, و, پرستش, از غیر و پرستش غیر خداوند متعال و فرمان برداری از غیر خداوند متعال و در واقع آمدن ما را آزاد کنند خب آیا با تحقق عدالت با تحقق هدف عدالت اخلاق بسیاری مسائل انسانی هم تحقق پیدا میکنه یا ای که اونا مسائل جدایی هستند. خب صد در صد بحث عبادت خدا که میه تسلیم بودن در برابر خدا میه ای در همه ابعاد زندگی رو شامل میشه بله. اما بحث عدالت رو ما به عنوان یک هدف دوم برای رسالت میبینیم خداوند متعال در سوره مبارکه حدید آیه 25م میفرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط ما رسولان خود را فرستادیم همراه با بیانات یعنی دلایل روشن و آشکار و انزلنا معهم الكتاب ما بر رسولان خود چی فرستادیم کتاب را فرستادیم و میزان میزان یعنی وسیله سنجش حق از باطل چی فرستادیم با رسولان خود ما که حق از باطل تشخیص بدن برای چی لیقوم الناس بالقسط تا مردم قیام به قسط کنند یعنی به عنوان یک هدف اصلی برای انبیای الهی این قیام به قسط برپاداری عدالت یعنی که مردم باید عدالت برپا کنند پیغمبران الهی آمدن برای چی آمدن پیغمبران الهی این همه پیغمبر آمده تا مردم خودشان قسط و عدالت را برپا بدارند تا مردم اهل عدالت بشن و عدالت اجتماعی کی تحقق پیدا میکنه وقتی که انسان عبادت خدا رو بکنه وقتی تسلیم محض خدا باشه وقتی فرمان بردار انبیاء الهی باشه و البته در این میان بعضی ها هدف دیگه هم بیان کردن که در سوره مبارکه اعراف هست رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان معرفی میکنه الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التورات والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر تا میرسه به که و عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم پیغمبر آمده است تا آن که بارهای سنگین از روی دوش مردم برداره اون غل و زنجیرهایی که بر دوش مردم بوده برداره که هم یعنی که وقتی انسان رفت به سراغ غیر خدا وقتی آدمی غیر خدا را عبادت کرد وقتی فرمان غیر خدا رو برد دوچار خرافات میشه دوچار مشکلات و سختی های خیلی زیاده میشه در زندگی خود دوچار فرهنگ های غلط میشه که او فرهنگ های غلط مانند زنجیری این رو چهار میکنن؟ آداب رسوم غلط آداب رسوم غلطی که متاسفانه جوامع گرفتارن الان ما میبینه متاسفانه بلی. و بعض جوامع اسلامی هم به بعضی از اینا گرفتار هستن اینا را رسول آمده تا این قول و زنجیرها رو برداره کیر بنان هدف بعضی یا بیان کردن ولی خب ما میتونیم بگیم هدف اصلی هم و دو چیزه اینا خود به خود دیگه باز وقتی که رسول بیاد جز برنامه های رسول خدا صلی و سلام این موضوعات هم هست که برداشتن قلو ها برداشتن خرافات مبارزه با خرافات سپاسگزار هستیم اجازه بدید که یک وقفه داشته باشیم و بعد برمیگردیم خدمت شما و بینندگان عزیز و گرامی برای ادامه بحث هنگام سرور کائنات است امشب اوقات گرفتن برات سم شب مدام بر محمد صلوات زیرا که بهار صلوات کعبه بیت بای خدا از تا بکی در دامنت لا و هبل او سو قتل و خنریزی بس است ظلم و جور شه و شهوت انگیزی بس است تا بکی با, با تیغ یک دیگر قتیل دست برداری کامد جبرائیل خب بسیار خرسند هستیم که با ادامه برنامه شما بینندگان عزیز و گرامی با ما همراه هستین اجازه بدهید که برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه بحث و گفتگو جناب دکتر عباسی گرامی شما درباره اهداف پیامبر اکرم صحبت فرمودید و گفتید که دو تا هدف مهم که همون دعوت مردم و رساندن مردم به بندگی خداوند و نفی تاغوت و اطاعت از تاغوت را برشمردین که در ضمن اون اهداف دیگر هم اگر این دو تا هدف مهم تحقق پیدا کنه اهداف دیگر هم تحقق پیدا میکنه خب هر کسی وقتی که میخواد یک هدفی رو تعیین میکنه برای یک برنامه و این برنامه هر چی مهمتر باشه هدفش هم لابد مهمتر باشه برای رسیدنی به با اون با هدف یک سری های داره یک راهکارها و رویش های رو در پیش میگیره پیامبر عظیم و اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم باهم باهم. به چه صورت به ای اهداف رسید و این اهداف محقق کرد بله بسیار سوال به جا و شایسته فرمودین شما که ما ببینیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای رسیدن به ای که عبادت خدا شکل بگیره در جامعه و در واقع جامعه توحیدی شکل بگیره خدا و قیام به قسط در جامعه صورت بگیره مردم دنبال عدل و عدالت باشن چی برنامه داشت بله. ما میبینیم که برنامه رسول خدا صلی الله علیه وسلم در آیات قرآن کریم بیان شده که خب حالا عمده برنامه شو من عرض میکنم در آیه 164 سوره مبارکه آل امران در سوره مبارکه جمعه مای دو اشاره شده من می آیه را میخوانم بخاطره که برنامه وقت برنامه رو زیاد نگیرم بله لقد من الله على المؤمنین خدا منت گذاشت نعمت بزرگی داد بر مؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم آن هنگام که رسول از خودشان در میان اونها برانگیخت بله چه کار میکنه ای رسول سه تا کار میگه رسول انجام میده یتلو علیهم آیاته آیات خدا را بر اینها تلاوت میکنه دو و یزکیهم ایشان تزکیه میکنه ایشان پاکسازی میکنه سی و یعلمهم الکتاب و الحکمه به ایشان تعلیم میدهد کتاب را و حکمت را به اینها تعلیم میده در واقع برنامه های رسول خدا عمده اون برنامه اصلی و اساسی که زیر, مج... زیر مجموعه برنامه دیگه هم هست که در سوره مبارک عراف یک آیه است را باز اشاره میکنم اونجا برنامه زیر مجموعه را بیان میکنه این برنامه اصلی سه چیزه و در واقع تحول دادن جامعه با این برنامه صورت گرفته یکی یتلو علیهم آیاته آیات خدا را تلاوت میکنه چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن. شنیدن به رو خط نظاره کردن سخن خدا, خدا شنیدن. شنیدن. او تلاوتی که میکنه یعنی تور میخوانه تلاوت به معنای اون خواندنی هست که پی در پی باشه در واقع کلمه پس کلمه دیگه بیا معنا پس لفظ بیایه تأثیر پس از خواندن بیاید یعنی یک خواندن تأثیر گذاره یتلو علیهم آیات آیاته وقتی رسول خدا تلاوت میکرد حتی او دشمن ها هم خوش داشتند که بیاین بشنوان و تحت تاثیر قرار میگرفتند تو تو از یک دیگه از یک دیگه بلده. بله, و دوم برنامه و یوزکیهم تزکیه این پاکسازی و یعنی که رضائل اخلاقی را از اینها دور می سازد پیغمبر یک مربی بود یک مربی به تمام معنا مربی اخلاق یک معلم بسیار خوب و دلسوز که تمام ویژگی های اخلاقی امت خودش مد نظر می گرفت اینها را آرام 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 تربیت می کرد پاکسازی می کرد هی صفات زشت و صفات ناپسند اینها را از اینها پاک می کرد. و برنامه بعدی و یعلمهم الکتاب تعلیم آگاهی دادن آگاه ساختن چی رو به امت خودش تعلیم میداد یکی الکتاب کتاب را تعلیم میداد یعنی قرآن کریم را به اینها تعلیم میداد به تفسیر آیات شریفه را به اینها میگفت و دوم الحکمه حکمت را به مردم آموزش میداد حکمت یعنی فلسفه کارها فلسفه عبادت خدا یعنی مردم حکیم می شدن مسلحت را میدانستند و میدانستند که در پی این تعلیم ها در پی این احکام الهی چی چیزی وجود داره و چرا من باید این کار را بکنم خیر و صلاح ما در چیست و تسلیم هم احکام الهی می شدن و هم مقدرات الهی اگر یک جای خدا مرا مریض میکنه اگر یک جای خدا به ما فرزند نمیده اگر یک باری خداوند متعال حاجت مرا برآورده میکنه و یک بار برآورده نمیکنه حکمت اینه اینا رو بفهمم و بدانم و با زبان به گلایه و شکوه از خداوند متعال هایم و حرف خدا رو در هر حال در هر موقعیت و در هر جا گوش کنم این نهد. چیزی بود که رسول خدا صلی الله علیه و به مردم تعلیم میداد و با این تعلیم و با این تسکیه و تلاوت بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مردم را به سمت جامعه توحیدی حرکت داد و مردم را به سمت قیام به قسط حرکت داد و ما امیدواریم امیدواریم که انشالله مهدی صاحب الزمان آقا و مولای ما امام زمان جلال الله تعالی فراج شریف بیاید و این برنامه ها را تکمیل کند و اون جامعه توحیدی را که قیام به قسط میکنه و عدل و عدالت در تمام ابعاد شؤون زندگی برپا میکنه ان توسط حضرت مهدی عجل الله تعالی شریف شکل میگیره ان خب جناب دکتر عباسی عزیز پیامبر وقتی که مبعوث شد خب این به در خلع شکل نگرفت بلکه بهم. در یک جامعه ای هست که شبه جزیره عربستان امروز و به صورت دقیق تر در شهر مکه و در بین مردم قبایل قریش این اتفاق افتاد او, او, مردم در او زمان چی وضعیتی داشتن واقعیتهای های دوران بعصد چی چیزهایی هست که پیامبر در او زمان مبعوض شد و بعد تغییراتی یافت خب اگر ما به قرآن توجه بکنیم نکات زیادی از تاریخ جاهلیت رو ما میتونیم بفهمیم و بدانیم و ببینیم که چه وضعیتی داشته در سوره مبارک جمعه آیه دوم ما این نکته را میفهمیم و در میاریم که دو تا ویژگی در میانی مردم بوده ویژگی اول مردم دوران به مردم دوران بعثت یکی که خداوند متعال میفهم هو الذی بعث فل امیین بعث فل امیین در میان امی ها امی ها یعنی درس نخوانده ها یعنی در میان مردم عرب درس رواج نداشت دانش رواج نداشت مردمی بودن درس نخوانده و من همینجا خوب این نکته رو یادآوری بکنم که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگیم امی امی به چی معنایه امی از ام گرفته شده تفسیرهای زیاد داره روشن‌ترین تفسیر این میتونه باشه امی به معنای ام یعنی مادر کسی که به مکتب نرفته و مدرسه نرفته و پیوسته پیش مادر خودش بوده او شده چی؟ به او میگفتن امی خود. اگر ما امی رو تعبیر به بیسواد بکنیم تعبیر نادرستیه تعبیر غلطه لازمه امی میتونی باشه که علم و دانش نداره اما درباره رسول خدا صلی الله علیه و این هر امی نداره. سواد نیست بله چی بس ممکنه که امی باشه امی باشه, باشه ولی معرفت کس برده باشه این معرفت نمیتونه حالا در با خدا حداقل همینه که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه به غمزه مسئله آموزه صد مدرس, صد مدرس, شد. مدرس شد. لذا در بار رسول خدا یه حرف نمیتونم. خدای نکرده یک وقتی بگیم که امید به معنای بی سواد خب این اشتباه صورت ای؟ میگیره بعضی ها ایراد میگه که مثلا پیامبر بی سواد بود علی ما خب الله. امروز از بی سواد یک مفهوم رو میفهمیم که مفهوم منفی هست و این اگر ما به پیامبر نسبت بدیم ممکنه که شعن پیامبر رو پایین بیاریم و این نکته بسیار مهم و بجایی بود که شما اینجا اصلاح فرمودید و تذکر خوبی بود. بله بله فقط پیغمبر خدا نوشته نمی کردن و نمی خواندن طبق آیه قرآن کریم بله. که در سوره مبارکه بله اول جزء 26 هم هست که و ما کنت تتلو من قبل من کتاب ولا تو به یمینک اذن لرتاب المبتلون خب ای شاید حکمتی داشت یه حکمتی داشت فلسفه داشت در جای خودش چون بحث ما نیست به اونجا من نمیرم درست اما ما میخوایم مردم زمان جاهل جاهلیت عرب رو بگیم چه بیجگی هایی بیجگی که درس نخوانده بودن بنابراین بی سواد بودن از علم و دانش و فرهنگ مردم محروم بودن حالا که اطرافشان شرق و غربشان اونجا آموزش های رسمی وجود داشته مثلا در امپراتوری رو ممکنه در امپراتوری فارس و ایران این وضعیت فرق میکرد ممکن بوده اونجا فرق کنه و بله اونجا درس و دانش و باشه و بعد نکته دومی که در آخر آیه سوره مبارکه جمعه دوی سوره مبارکه جمعه هست میگه و این کان من قبل ظلال مبین اینها در گمراهی آشکار بودن بسیار گمراه بودن یعنی خدا را نمی خدا را نمی شناختن بود پرستی میکردن زندگیشان زندگی بسیار عجیبی بود حضرت علی علیه الصلاه و السلام هم در خطبه اول نهج البلاغه و هم در خطبه 26م وضعیت او زمانه بیان میکنه از جمله حالا مثلا میگه که شما مردم در گمراهی آشکار بودین بود پرستی میکردین و دچار خرافات بودین زندگی شما هم زندگی بسیار سختی بود بین مونیخونیخون فی بین حجارت خوشون و حیات حیات صوم مارهای کر و سنگهای سخت زندگی شما در بین اینها بود یعنی زندگی ظاهری هم تأکلون جشب و تشربون کدر آب کثیف را میخوردن و غذاهای بسیار ناگوار را میخوردن و این چقدر در اخلاقیات و خاصیت انسان تاثیر, تأثیر گذاره خب اینا رسول خدا صلی علیه و سلم آمد شما را نجات دادد از این وضعیت و شما را به سمت هم علم و دانش و حیات معنوی برد هم به سمت زندگی بسیار شیرون زندگی خوبی برد پس مردم زمان سطح رسول خدا بسیار مردم نادان جاهل مردم بدخلق مردم خشن اون و مردم بسیار سنگ دلی بودن آدم کشتن بینشان تسفکون دماء بر راحتی خونایتان می رخدین از نظر معرفت اینا خدا نشناس و بودپرست بودن از نظر اخلاق بر اخلاقی و خشونت بسیار گرفتار بودن و مشکلات دیگه ای که حتما دو زمان بل. وجود داشته و شما بیان فرمودید باز هم یک وقفه هست و مجبوریم که بحث و صحبت‌های شیرین شما را قطع شمتون. کنیم و باز برمیگردیم خدمت انشالله. شما همراه با بینندگان عزیز و گرامی سلام بر مبعث پیام خیزش انسان از خاک تا افلاک سلام بر مبعث انفجار نور و ظهور همه ارزش های انسانی زیباترین روز خلقت تابیدن نور حق بر قلب چراغ هدایت محمد صلی الله علیه و آله به نام حق خواندن آغاز کرد و آفرینش یک پارچه در شور و شعف فرو رفت امروز حضرت رسول گرامی سکان دین را در دست گرفته و فرمان رسالت محمد برای هدایت انسانها صادر شده به امید انسان و فردایی روشن است به اسد نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بی حد او بر زمینیان است به چراغ هدایت است اید نجات بندگان از تاریکی جهالت به فصلی بهاری در پهنه قرون بود که خداوند محمد را همچون گلی زیبا بر دامان رسالت نهاد و زمین را با فروغ چهره این خورشید تابان کرد آن شب عشق راهنمای محمد شد تا او راهنمای جهانیان باشد آنگاه که خورشید از شرق حرا پرتو افکند و حضرت رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله دیگر آن فرد سابق نبود با بار رسالت بر دوش به سوی عالمیان آمد باید خبر رسالتت را به جهان ابلاغ کنی ابرها با سایه های مهربانشان پا به پایت راهی شدند و زمین زیر پایت می دود تا هرچه زودتر تو را به مقصد رسانند رسالتت مبارک ای پیام بر مهربانی ها مثبت 964 780 255 40 13 پول ارتباطی ما با شما از طریق واتساپ و تلگرام هست شما بینندگان عزیز و گرامی میتونید که از این طریق با ما دیدگاه خودتان سوال های خودتان و نقده های خودتان در باره برنامه های تلویزیون جهانی ها دی بخش فارسی داریم مخصوصا برنامه به وقت بیداری و برنامه امشب با ما در میان بگذاریم اجازه بدهید که برگردیم خدمت کارشناس محترم جناب دکتر عباسی جناب دکتر عباسی من یک جایی خوانده بودم که یکی از نویسندگان مطرح نوشته بود که پیامبر در کنار قرآن اگر از بزرگترین معجزه پیامبر اکرم نام ببریم این بود که جامعه به شدت متشدد و چند پارچه و گرفتار رضایل اخلاقی و به شدت گرایی که در اونجا وجود داشت تعصبات قومی شدیدی وجود داشته و پارچه پارچه بودن بوی از تمدن و پیشرفت حداقل زمان خودشان اینها نداشتن بزرگترین معجزه پیامبر بعد از قرآن این بود که این جامعه را عوض کرد دگرگون کرد و یک جامعه واحد و متحد ساخت یک جامعه مهربان، یک جامعه سارگر بله. بله, بله. پیامبر چه قسمی ای کار انجام داد چنین تغییری شگرفی ایجاد کرد خب عوامل متعددی در موفقیت رسول خدا صلی الله علیه و آله علی نقش داشته که شاید ما بتونیم بگه مهمترین عامل مهمترین عامل بعد از حقانیت دعوت رسول خدا خب حق بوده با قرآن کریم آمده بله بله. و قرآن کریم یک کتاب تربیت کننده اما مهمترین عامل اخلاق خوب رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم هستند. که ما در سوره مبارکه قلم آیه 4 میخوانیم و این نکه لعلا خلق عظیم پیغمبر تو بر اخلاق بسیار بزرگی هستی یعنی ویژگی های اخلاقی تو بسیار عظیم و بزرگ یا تو بر کله اخلاق نشستی بر کله اخلاق نشستی خود وجود نازنینش هم فرمود انما بوئستو لعتم ما مکارم الاخلاق من, اخلاق. من مبوض شدم تا مکارم اخلاق را اون کرامت های اخلاقی را به مرحله اعلایش برسانم به نهایت, برسانم. به نهایت برسانم. و واقعا اخلاق رسول خدا بسیار اخلاق عالی بود بسیار فوق العاده صبور فوق حلیم فوق مقاوم در سختی ها و فوق العاده خوش برخورد و نرم و ملایم حالا یک نمونش را که در سوره مبارکه آل امران بیان شده ما برای شما ای شما بینندگان عزیز بخوانم درست دوست بر شما که اینقدر با قرآن معنوس هستین و از برکت حضور شما امشب جلسه ما و ای گفتگوی ما هم با آیات قرآن معطر شده الحمدلله ب... <تصوری> بسیار بسیار به <بسیار> بس <تصوری> مناسبت مبعث مبع که بزرگترین رهاورد مبعث همین قرآن, قرآن هست. کریم هست آیه 159 سوره مبارکه آل عمران میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ای پیغمبر در سایه رحمت الهی تو با مردم نرم ملائم شدی و ملایم شدی ولو کن فضا غلیب القلب اگر تو خشن بودی سنگدل بودی لن من حولک همه از دور بر تو پراکنده می شدن. یعنی به خوبی و روشنی این آیه شریفه رمز موفقیت, موفقیت رسول خدا را در تشکیل جامعه توحیدی بر محور رسول الله بر محور نماینده خدا چی دانه؟ نرمی و ملایمت ای رسول ما اگر تو خشن بودی اگر تو سنگ دل بودی همه از دور بر تو پراکنده می شود به صورت بسیار واضح بیان میکنه که پیامبر تو رمز موفقیت موفقیتی تو همی نرم خویی تو بود و اگر این رقم نمی بودی اتفاقا نمی افتاد این جور مردم دور بر تو جمع نمیشدن، شدن دور بر تو اجتماع نمی کردن بر محور تو و در محور تو گرد هم نمی آمدن ایره پدر مادرها هم باید خیلی توجه بکنن پدر عزیز مادر بزرگوار باید متوجه باشی که رسول خدا صلی الله علیه و آله با نرمی و ملایمت تانست مردم جمع کنه دلشانه به بود بله. الان تو پدر مهربان اگر با جوان خودت با فرزندان خودت خشن باشی سنگ دل باشی و رفتار تندی داشته باشی اینا از کنار تو خواهند رفت اما اگر سنگ صبور باشی مهربان و با محبت باشی فرزندان تو دور تو خواهند بود و در کنار تو خواهند بود و رفتار تو را و کردار تو را و اعتقادات تو را از تو یاد خواهند گرفت آره ای یک عامل و عامل بسیار مهم ارزش ما عوامل دیگری هم داریم که در موفقیت رسول خدا صلی الله علیه نقش اصلی و اساسی داشته یکی از این عوامل بحث اخلاصه اخلاص, اخلاص. یعنی که کل کارها را رسول خدا صلی الله علیه و سلم فقط و فقط به خاطر خداوند متعال انجام داده هیچ کسی دیگه را و هیچ چیزی دیگه را مد نظر نگرفته رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم و تمام اعمال و رفتارش به خاطر که به خاطر خداوند متعال, متعال بوده بله در سوره مبارکه زمر ما چنین میخوانیم که بله قل الله اعبد مخلصا له دینی بگو پیغمبر من خدا رو عبادت میکنم در حالی که دین من فقط و فقط برای اوست تمام اعمال من تمام رفتار من فقط به خاطر اوست و این رمز موفقیت میتونه باشه ببینین چگونه اخلاص میتونه تاثیرگذار باشه اگر من به خاطر خدا یک کار را انجام بدم هر مانعی که در برابر من پیش بیه به اون میتونم تحمل بکنم هر سختی پیش بیه سختی رو میتونم تحمل بکنم هر مشکل پیش بیه در برابر مشکل مقاومت میکنم چون میدونم یک پشتیبان محکمی دارم چون ما کار به خاطر کسی میکنم که او هوای مرا داره پشت سر ما هست محکم ایستاده اما اگر به خاطر مردم باشه به خاطر موفقیت های ظاهری باشه به خاطر که یک جامعه تشکیل بدم یک ده به به و چه چه بگم کار رو بکنم همین که چند نفر با ما بدگویی کردن من خسته میشم ما زود به قول بعضیا میبرم تمام میکنم نشود نمیشه برادری مردم آدم بشو نیستن اما وقتی به خاطر خدا کسی کار انجام میده صد تا فوش دشنام صد تا دو دشنام میشنوه هزار تا توهین و افترا میبینه اما به مسیر خودش ادامه میده و رسول خدا صلی الله علیه وسلم این گونه بود که موفق شد چون تمام کارهاش فقط و فقط به خاطر خدای متعال چی دشواری هایی را که پیامبر تحمل کرد و چی ناسازاگوی ها تهمت ها و او جنگ های رسمی که غزوه های رسول الله بود که او که سر جای خودش در همو جامعه با این که پیامبر هم اخلاق خوش داشت بازم یک ایده از منافقین یا کفاری که بسیار متعصب و سنگدل بودند کینه از پیامبر داشتن با پیامبر با همنا هم درست رفتار کرده که بله بله چرا؟ چون طرف حساب خودش را مردم نمیدانست طرف حساب خودش را خداوند خدا می میدانست و قول امروزی ها وقتی که انسان به خدا تکیه بزنه و مخصوصا وقتی که بفهمه خدا کی هست خدا تمام قدرت جهانه همه هستی از او هست و به چون این موجودی وقتی که تکیه بزنه اخلاص یعنی تکیه زدنی به او هست دیگه یعنی فقط او رو ببینه برای انجام کارهای خودش یک انرژی بسیار بسیار قوی و مثبتی روی آدم دل, دل آدم پیدا میشه و از درون آدم یک احساس قدرت زیادی میکنه شاید هم همین رمز موفقیت کسی باشه که اخلاص داره دا کار بله. و همین همین عامل سوم موفقیت همین اخلاص پدید میاره و او چیه استقامته که خداوند متعال در سوره مبارکه هود دانی. به رسول خودش صلی الله علیه وسلم میگه آیه 112 فاستقم کما امرت و من تاب معک پس استقامت که پیغمبر آن گونه که به تو فرمان داده شده ببینید من ایره به تمام جوانها به پدر مادرها به تمام شخصیت هایی که یک کار تربیتی انجام میدن یک کار تأثیر گذار میخواین انجام بدن می من می کنم. اگر ما،, ما خواستا بشیم در کار موفق بشیم باید ادامه بدیم یک پدر میگه که بچه نماز میخوان یا نه میگه والا من یک دو دفعه سه دفعه سو رو بیدار کردم ای بلند نشد دیگه من راه کردم را. من دیگه به اون کار ندارم خسته شدم خسته شدم پدر عزیز مادر مهربان باید تکرار کنی باید استقامت ببرزی باید هی ادامه بدی کار را نباید خسته بشی صرف که یک دو بار سه بار به فرزند خود گفتیم فلان گناه نکو این بد رفی گناه کرد و بعد با, با خسته بشم بگم ویل کن نه استقامت باید داشته باشیم ملای جامعه، آخوند جامعه باید استقامت داشته باشه، مردم به خوبی دعوت میکنه، یک بار، دو بار، سه بار، از یک مسیر، از دو مسیر، از ده مسیر باید ادامه بده کار را، استقامت داشته باشه تا موفق بشه. تمام شخصیت هایی که با موفقیت رسیدن انسان هایی بودن اهل استقامت بودن، کار داشتن،, کار داشتن. داشتن. بله مقاومت داشتن و باید این برنامه باشه. بله عامل دیگری که برای موفقیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم از قرآن کریم ما استفاده میکنیم اینه که اون وجود نازنین اجر و مزد از دیگران نخواست در جای جای قرآن کریم آمده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود قل ما اسالکم علیه من اجر من از شما اجر نمی طلبم و ما یک داریم فیلم. من اجر و مزد نمی مهم رو آه. این اجر و مزدی که رسول سوره مبارکه صاد هست آیه بله آیه به عزیزان ما عرض بکنم بله که رسول خدا صلی الله علیه چون اجر نخواست مزد نخواست از مردم به همون خاطر آن وجود نازنین موفق شد بله آیه اون اون آیه شریف هم در واقع قل الله 23 سوره مبارکه شورا هست که اون اجرم که رسول خدا اونجا خواسته اون عجر برای خودش نخواسته در سوره سبا است اجا در به خود مردم, مردم برگرده و چون اینم در واقع رسول خدا صلی الله نخواست مز نخواست از کسی ای عامل بود برای موفقیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم می اگر میخوای نیکی مردم تو رو دوست داشته باشن به مردم نیکی کن و احسان کن بدون اینکه از اونها توقعی داشته باشی چون توقع نداشت و همین چیزا باعث شد که پیامبر موفق باشه و او جامعه جاهلیت او و سامان برسانه بسیار سپاسگزار هستیم جناب استاد گرامی دکتر عباسی که در این برنامه شرکت کردید و ما از صحبت های دلنشین شما درس های زیادی آموختیم سلامت باشید با من این شب از محمد, محمد دمزنی. دمزنی. دمزنی دمزنی در دوست خاموشی, خاموشی چرا, چرا. ای, ای فراموشان فراموشی, فراموشی چرا. چرا گوش تا آوای احمد بشنوید بانک اقرع یا محمد بشنوید از هرام بانک تحلیل آمده دیده بکشایید جبریل, جبریل آمده اینک از بدادها یاد آورید با امین و فریاد آورید بار دیگر اید مبعثه به شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت میگم همراه با کارشناس محترم جناب دکتر عباسی شب خوب و خوش و آرام و گرمی را برای آرزو میکنم و شما را به الله پاک میسپارم الله یارو نگهدارتون باشم اللهم <applause> صل على محمد و آل محمد اللهم محمد وآل محمد وعجل فرجه.